سه ماه منتظرش بودیم. سه ماه نبود، کلاس دومت هم یک سال و نیم. فکرشو بکنین، خبرش از میانه تا تبریز یک سال و نیم طول بکشه. هر شب خواب میدید، یاد اون روزاش میفتن که گلستان و بوستان آسمان میخون. سادات یه فرمی بودن قبل از اون که مدرسه برن، گلستان و بوستان همیشه تو خونهشون بود. میخوند من تا من که نمیتونستم بخونم، میخوند معنی میکرد. بعضی لغت ها هم که من نمیدونستم کج و کوله میگفتم معنی این یعنی چی. یک سال و نیم اینطوری گذشت. بعدش دیگه از کلاس سوم قبول کردم که پدر بودم. شهرک شهید سلیمی، حومه آذرشهر، در 70 کیلومتری تبریز واقع شده است. این شهرک صنعتی روزانه میزبان هزاران کارگر و مهندس جوان است که در کارخانه‌های مختلف مشغول به کار هستند. اما مغز متفکر و هسته مرکزی این شهرک عظیم فقط چند نفر به عنوان مالکین کارخانه‌ها هستند. فلسفه حضور ما نیز کشف راز موفقیت همین مغزهای متفکر است. مقصد امروز من کارخانه بزرگ مهر اصل است. زمانی دستگاه‌های تهویه و تبرید تنها تولیدات این مجموعه صنعتی بود، اما به تدریج حفاری معادن مس و تولید آن نیز به فعالیت‌های این کارخانه افزوده شد. حجم تولیدات و تنوع محصولات گروه مهر اصل بسیار وسیع و گسترده است. این گستردگی هنگامی جالب می شود که بدانیم این گروه طی سالهای اخیر و برای فرار از تحریم ها دست به ابتکارات بزرگی زده است. ابداعاتی که در طول فیلم به بخشی از آنها اشاره خواهد. مؤسس و گرداننده این زنجیره عظیم صنعتی مرد 70 ساله ریز نقشی است به نام مهندس مقیمی، مدیر عاملی که هر روز رأس ساعت 10 صبح کار خود را در پشت میزی متفاوت از میزهای مرسوم مدیریت آغاز می‌کند. برای افراد ناآشنا با محیط یافتن مدیر عامل ساده نیست، چرا که کسی باور نمی کند مغز متفکر این کارخانه جایی در میان کارگران و پشت میزی آهنی مشغول به کار است. مهندس مقیمی معترف است که 60 سال از عمر 70 سالش را این گونه زیسته است، اما خود راز موفقیتش را به جز پشتکار در چیز دیگری می داند. هدف. او معتقد است
مغز راحت طلب و آشفته آرزو می کند و مغز متفکر برای خود هدف تعیین می کند. آرزومند چشم به دست دیگران دارد و سر در میان ابرها، اما انسان هدفمند خیره به افقی مشخص استوار قدم برمی دارد. من تا عمرم فقط یه آرزو کردم، اونم آرزوم این بود که با همسرم ازدواج کنم. من هرگز آرزو نمی کنم، من دنبال اون هدفم میرم. یه چیزی خدمت شما عرض کنم، کلاس دهم بودم دبیرستان فردوسی، این موقع ساعت ورزش بود، برف باریده بود. خب من پوشاک تنم اونقدر قائم نبود، میخواستم بمونم تو سالن. خدا بیامرزه یه دبیر ورزش داشتیم به نام آقای گنجویان. آقای گنجویان گفت هوا سرده، هر کسی بره به اون روبرو، دیوار روبرو دستشو بزنه، اگر راست رفته باشه و راستم برگشته باشه میره تو سالن. وایستادم که تو صف، روبرو یه دونه آجر از دیوار افتاده بود. من اون هدف قرار دادم، مستقیم رفتم، مستقیمم از همه زودتر رسیدم. پدر سید رضا پیمانکار راه و ساختمان بود و آخرین قرار داده وی نیز ساخت تونل های جاده تهران تبریز. او تازه به کلاس سوم دبستان رفته بود که خبر فوت پدر را پس از 18 ماه شنید. علت فوت ریزش یکی از همان تونل ها بود. او ماند و دو خواهر کوچکتر و مادری که دیگر سرپرست نداشت. باید هم کار می کرد و هم درس می خواند. در آن سن هیچ کاری جز دست فروشی از او ساخته نبود. سید رضا معتقد است هرچند پدر را زیاد در کنار خود نداشتم، ولی در همان زمان اندک از او آموختم انسان بی هدف هرگز راه به جایی نخواهد بود. بعد از پدر، تامین نیاز مالی خانواده تبدیل به اولین هدفش شد. بعد این که دیگه حس کردم پدر ندارم، شروع کردم به درس خوندن، کار کردن از همون بچگی تا خودم رو بسازم. چی کار؟ آدانس فروشی کردن، درس خوندن، بگذاریم دیگه. نه این که ناراحتم از اون روزا، خوشحالم. اینه که اگه صدا میگیره به خاطر خوشحالیه که خودم رو ساختم. روزهای فارغ التحصیلی از دبیرستان مصادف شد با روزهای عاشقی برای رضا، عشقی که وی از آن عنوان نقطه عطف زندگی خود یاد میکنه. او به خوبی می دانست با شرایطی که دارد صرف آرزوی رسیدن به معشوق جز حسرت و اندوه چیزی نصیبش نخواهد کرد. خانم من خواستگار زیاد داشت، یه بچه یتیم خواستگاری نمی تونه بره که. مجبور شدم من تبریز رو ترک کردم. همه آرزو داشتم که من باشه ازدواج کنم، ولی یه بچه رو اگه میرفتم نه پدر است نه فلان، شدنی نبود که. سعیم رو کردم که بتونم به یه جایی برسم تا موقعی که برگشتم خواستگاری من رو قبول کنم. این رسیدن شد بزرگترین هدف زندگیش. فرصت زیادی نداشت، باید قبل از پریدن مرغ از قفس
به مقصود می‌رسید. با شرکت در آزمون دانشکده افسری به استخدام نیروی هوایی درآمد. صدای خلبانی در سر داشت، اما شرایط لازم را نداشت. بعد از گذشت یک سال برای طی دوره تخصصی رادار راهی انگلستان شد. آنجا توانست در کنار تخصص اصلی رشته الکترونیک با گرایش تهویه و تبرید را نیز بخواند. می‌خواست با دست پر به وطن بازگردد. 4 سال بعد وقتی در فرودگاه مهرآباد از هواپیما پیاده شد، چمدانش خالی از سوغاتی بود، چرا که تمام حقوق دریافتیش از نیروی هوایی را صرف تحصیل کرده بود. درنگ نکرد. بعد از 4 ساعت عازم تبریز شد. باید هرچه زودتر مادر را به خواستگاری می فرستاد. 1 هفته بعد از اینکه مادر جواب منفی خانواده دختر را به فرزند داد، اتفاق ویژه‌ای رخ داد. پدر خانم رضا رادیوی لامپی محبوبی داشت که مدت‌ها از کار افتاده بود. رضا توانست رادیو را درست کند. با تعمیر رادیو پدر به همسرش بلقیس گفت: دختر را دادم، اول به خدا و دوم به پیچ گوشتی سید رضا. پیچ گوشتی سید رضا کارش رو کرد، همیشه هم پهلو. همیشه هم پهلو. بعد از ازدواج سید رضا 2 شغله شد. شغل اول افسر رادار نیروی هوایی بود و شغل دوم رهاورده تخصص دوم او از انگلیس. با تعمیر یخچال‌های خانگی کارش را آغاز کرد و اندک اندک به ساخت یخچال‌های ویترینی روی آورد. شرایط مالیشان روز به روز بهتر شد، اما سید رضا راضی نبود. از 30 سال بعد و لفظ بازنشسته می ترسید. اساسش این بود که کار منو سیرن نمی کرد، زیاد به پول اهمیت نمی داد، سیر نمی شدم از کار کرد. 8 ساعت 24 ساعت بعدش، 2 روز بعدش 8 ساعت 48 ساعت استراحت، این نمیشد که زنده باید حرکت داشته باشه. من بیشتر تو بحر اونا رفتم، اکثر اونایی که بازنشسته میشن عمر زیاد نمیکنن، ولی اونایی که بازنشسته میشن و یک کار دیگه شروع میکنه، هر چی کار کوچیک باشه اون کارو شروع بکنن، عمرشون طولانی میشه. نمیدونم توجه کردین یا نکردین. مثل رود جریان دارن، باید به خوب آب یه جا بمونه میگنده، ولی جریان داشته باشه همه دوستش دارن. تضاد بین نوع فعالیت شغل اول و دوم او را به فکر خروج از نیروی هوایی انداخت. قصد داشت تولید را گسترش دهد، اما شغل کارمندی دست و پایش را بسته بود. به محض پایان تعهدش به نیروی هوایی، یعنی 2 برابر خدمت در مقابل 4 سال تحصیل، استعفای خود را نوشت. مادرم گریه کرد، زنده بود. خانمم ناراحت شد، خواهرم ناراحت شد. گفت میخوای بری بیرون چیکار کنی؟ گفتم میخوام برم، اینجا ما یه محلی داریم به نام درب گجل. گفتم که میرم لبو فروشی کنم، اسم بازنشسته رو من نذارم. از دستی ترسم از بازنشستگی بود، چون بعد یه مدت که انرژی وجودت رفت خانم، دیگه با اون کاری که عادت کردی، اگر من 13 سال میرسید به 20 سال، اگر بیرون کار نداشتم دیگه میافتادم به فکر بازنشستگی. من ترسم از اون، نه اینکه به پولش اینا، یکی کار کردن سیر نمیشدن، یکی بازنشستگی رو دوست ندارم. الانم به من میگن کی بازنشسته میشی؟ 73 سالت. میگم که آدم فنی بازنشسته نمیشه، آدم فنی میمیره.
مهندس مقیمی مهر عصر را در فضای کوچک بنا نهاد و توانست به مرور زمان فضای کارخانه را به چیزی حدود 8000 متر برساند. اما در تمام این مدت هرگز شیفته و فریفته لفظ و عنوان نشد. مستاق بارز این مدعا هم اتاق مدیریتی است که در ساختمان اداری متعلق به اوست. هیچ کس به یاد ندارد که مدیر را حتی برای چند دقیقه در این مکان دیده باشد. من اهل بشین نیستم. من باید فعالیت بکنم. من نمیتونم. دیگه میکنم. شب خوابم نمیبره. دیگه خوابم نمیبره. والا نمیدونم اینا که اینجا نشستن با تروشون دارم میگن. میگم آخه شما دیوونه ای اینجا ما میرین تو قهوه خونه اینا میشینین یه پولی هم از جیبتون میدی؟ خب بیاین اینجا اضافه کاری کنین دو روز حقوق بگیرین. خب برای چی نمیان روزای تعطیل؟ خب بگیم عاشورا عزاداریته 21 هم بگیم که مثلا دیشب نخوابیدی، یه روزم عیدته، و سالی 5 بیش. آخه سالی میشه 365 تعطیل کنی؟ آخه این درسته؟ 205 کار کن 585 حقوق بده. حالا که دیگه سفره بازه جمعه برای چی میمونی؟ ببخشیم به شوخی به بعضی هاشون میگم بابا از خانمتون زیاد بمونه پهلو تو پهلو اون دیگه فردا اردتون رو نمیخونه. بیان بیرون کارتون رو بکنی، اونم تو خونه بگه که آره شوهرم میاد دستری فلان به ما قضا واسه درست کنه، اونم شوق اونو پیدا کنه. تو دو نشستی تو روش روبروش، اون دیگه انتظار نمیکشه که همسرش میاد، اصلا دستش به کارم نمیره. بعد میگم دیوارهای این دفتر الواح بسیاری را در خود جای دادند. لوح ها و تقدیرنامه هایی که هر یک از آنها بیانگر تلاش و فعالیت صادقانه اوست. در میان تمام این قاب ها و تقدیرنامه ها آنچه که برای مهندس اهمیت دارد تابلو فرش کوچک و زمختی از بانوی است روشندل. هدایای این چنین برای قدردانی از مهندس است، قدردانی از کمک های مالی و یا سپردن مشاغلی متناسب با توانشان به این عزیزان. خانم این دستور دینی فقرا در مال اغنیا شریکن، این دیگه به زبون آوردن نداره که آخه شریکه. تفریح و کار است و کار است و کار، در خانه نیز همین گونه است. هرچند به دلیل مخالفت خانواده از حضور در منزل مهندس منع شدیم، ولی از لابلای سخنانش مشخص شد که فراغتش در خانه را نیز با کار پر می کنم. اگر یه روز تعطیلی هم تو خونه بمونم، نمیدونم لامپ عوض کردم، پمپ خونه رو درست کردم، چیکه شیر آبو گرفتم، من تو خونه ابزارام کمتر از اینجا نیست. من تو خونه هم مثلا تو خونه تهران خیلی ابزارم بیشتر از اینجا. هر روز تعطیلی بازم کارم انجام. تو جوانی گاهی شده که یه هفته نخوابیدم. چی داری میگی؟ یک هفته کجا کاری؟ مهندس مقیمی تعریف جالبی از دوران سخت تحریم دارد. او معتقد است در همین تنگناها بود که اغلب کارخانه‌داران به ناچار تبدیل به صنعتگر شدند.
کاش 100 سال پیش از این تحریم میشد. اینو دیگه از من نباید میپرسیدی، اینو از بچه ها کارگران و اینا کارمند ها میپرسیدی. میدیدی که اونی که به ما نمیداده ما خودمون درست کردیم بهتر از اونا. این یه مثالی بگم. ما اینجا لوله مسی رو کیلویی 15 تومان میفروختیم. تسمه مسی لازم داریم، اینو از چین میآوردیم. کیلویی میشد 27 تومان 28 تومان. سه ماه اینا از ما پول گرفتن، این تسمه رو به ما نداد. گفتن شما تحریمی نمید. پنج روز نشستیم با بچه ها صحبت کردیم، از ضایعات لوله تسمه درست کردیم که بهتر از چینی. این لوله که هست دستگاه اینو رد کرده، گفته سوراخ داری میشه ضایعات. همین ضایعات اینجا به تسمه میده، زایاد شد لوله، زایاد شد تسمه. بابا یه جکایی ما میخواستیم، نمیدونم کاش ناصر اینا اینجا. چین به ما گفت دونه تقریبا به پول ایران میشد 5 میلیون تومان. اینا دو قدمی از راهن، مال چیزا را خریدیم، لودرا را اینا، دونه 500 تا. کارمون هم انجام دادیم. مهندس مقیمی کار چندانی با دخل و خرج مجموعه خود ندارد و تمام مسائل مالی را به خانواده سپرده است. اما به عوض مادیات تسلط حیرت انگیزی بر تمام زوایای کارخانه و ماشینارات و محصولاتش دارد. اگر نبود چون این تسلطی بر کار، مجموعه مهر از امروز نمیتوانست 70% نیاز داخلی کشور را برآورده کند. جدایی از تامین محصولات خنک کننده و مس کشور، امروز کارخانه ایشان و حجم صادراتشان در خاورمیانه نیز حرف اول را میزنند. اینا محصول نهاییه، صادراتی هم امارات میره، ترکیه میره، نمیدونم اینا مال کدوم کشوره، آذربایجان میره، روسیه میره، امارات که مثل که ارمنستان میره، یه جا دو جا نیست که افت کنن. حالا تقریبا 70% مصرفی های کل مملکت رو ما میدیم. یا مثلا لوله مسیم و چلر جذبیمون که تو خاورمیانه تکه، اون که هیچ، یکی ژاپن و یکی مای. قابل رقابت کاملا درست؟ اونقدر ما اضافه کردیم، ژاپنی ها رفتن دستگاهشون رو تغییر دادم مثل ما کردم. چی داری میگی خانم؟ همیشه هم میرم میام. چینی ها دستگاهی که از خود چین خریدیم تغییرش دادیم، حالا اومده عکس برداری میکنه، اجازه میدی با عکس برداری کنم؟ بل بفرما، تو هم میخوای بری بهترش رو درست کنی دیگه، خودش خدمت به بشریت دیگه، برو یاد بگی برو بهترش رو درست کن. او در طی سالیان در ساخت اغلب دستگاه ها خودکفا شد، پله به پله موفق شد، اما هرگز انحصار طلب نشد. ببین خانم، اون کسی که یه چیزی دنبالش گیر میاره، منتها تو آسون در اختیارش بذاری زود گیر میاره. نه اون بالاخره مای با اون بعد ما امریکا نسا شوروی چجوری آورد، الان 10 تا کشور دیگه چجوری داره، و بالاخره این بیرون میاد. تو افتخار بکن، کلاتو بالا بگی، بگو بیا ببین اینه، تو دل طرفت هم جا
جا پیدا کردی؟ اون که بالاخره به گیر میاره. بذار بگه که فلانی گفت، تا آخر عمرش یادش نمیره که. خب این راه رفتن درسته یا قائم کردنش درسته؟ وقتی از مهندس درباره شکست ها سوال کردیم، او کلمه شکست را با لغت بلند پروازی عوض و به نکته جالبی اشاره کرد. ورشکست نه، بلند پروازی کردم که دستگاه های زیادی اینا بخرم، مثلا مونده یک کمی پس رفتیم، ولی همون پس رفتن ها جلو برد بار. و خوش به حال اون کسی که زمین بخوره، از اون زمین خوردنش درس یاد بگیره. 10 مرتبه هم بخوره زمین بلنش. مثلا ادیسون لامپو که موقعی که تموم شد، در 2000مین بارش موفق شد تا به اون برسه. اون تا اکثر جوانای ما یه کاری رو شروع میکنه، دفعه اول دوم دیگه نشد ولش میکنه. نه، این اشتباه، دنبالش رو